همکارم لیلا سعادتی اینجا با ما خبر جزئیات بیشتری از این جشنواره با هم که صحبت می‌کردیم قبل از شروع این بخش خبری نکات خیلی جالبی رو می‌گفتیم، مثلا اینکه داوران این جشنواره همه زن هستن و از این جمله چیزهایی که واقعا یه مقداری نمیدونم چه اسمی آدم میتونه روش بذاره. آره دوباره فکر میکنم بیشترشون هم مرد هستن تو این شرایط. آره ولی آره این جزئیات اگه بگم خب به هر حال هر سال لباس زنونه است دیگه، درسته؟ نه حالا بهت میگه آره یه جزئیات اینجوریه که بیشتر 90% لباس زنونه و چرایش حالا میگم. یکی این هستش که به هر حال هر سال برای همین تو سالگرد این پیروزی انقلاب که جشن حکومتی برگزار میشه فجر، هر سال این جشنواره مد و لباس برگزار میشه به اسم فجر. امسال هم که دقیقاً 28 دی افتتاحیش بوده، حالا به همه هم ادامه داره، ولی امسال تو سعدآباد موزه سعدآباد تهران داره برگزار میشه. مسئولان گفتن چرا اینجا داره برگزار میشه، به خاطر اینکه گفتن که اینجا در بهترین محله و در بهترین مکان تهران هستش و می‌خوایم تاثیرگذاری و نفوذ داشته باشیم روی زیبایی و مد مردم. این هست، ولی اینکه در واقع این استقبال نشه از که از روسری زیاد استقبال نشه، چون اصلا طراحان و کسانی که اومدن تو این جشنواره می‌دونیم که بیشتر طراحان و عرضه کنندگان مد و لباسی هستن که بیشتر وابسته به حکومت و نهادهای حکومتی هستن و یعنی شرکت کنندگان مستقل اونجا حضور زیادی ندارن. در واقع در خاطر این قضیه میگیم یه در واقع جشن مد و لباس حکومتی هست و اون دبیرش اومده، دبیر هم جشن گفته 13 تا معیار رو ما برای پذیرش این در واقع مدها و طراحی های شال، روسری، لباس، کت، دامن، شلوار همه رو در واقع در نظر گرفتیم. در مورد شال ها و روسری ها اون معیار ها رو کسب نکردن کسانی که ارائه کرده بودن این طرح، به خاطر قضیه حضور زیادی از شال و روسری حضور ندارن زیاد اونجا. تصاویر زیادی هم از این جشنواره در واقع منتشر شد، اما یک بخش رو برای لباس مجلسی زنانه در واقع در نظر گرفتن. به خود این قضیه میگم مثلا برای مردها زیاد نیست. اینم گفته که چون که طراحان در واقع لباس بیشتر زن هستن در ایران و اصلا مردا مدی ندارن، یعنی از این مد خاصی هم پیروی نمیشه، فقط تیشرت های چاپی دارن، نخواستیم اونا رو زیاد ارائه بدیم. به خاطر این قضیه یک بخش رو فکر میکنم اولین بار هست اصلا کلا یه بخشی رو برای لباس مجلسی که حالا زنان توی مجالس میپوشن ارائه کردن. حالا خبرنگار پرسید که چرا اصلا این بخش مثلا اینا که در خیابون و در واقع اینا نمیتونن بپوشن، گفت نه این فقط برای لباس مجلسی زناست به خاطر این قضیه. اما در مورد نوجوانان و جوانانی که گفتی زیادم استقبال نشده، این هستش که اینا میخواستن در واقع نسل زه و نسل جدید و دعوت کنن اونا شرکت کنن، طراحی ارائه بدن. خب اونا اصلا طراحیشون مورد پسنده در واقع حکومت حاکمان نیست. این اتفاق نیفته و لباس نوجوانان و مردان در این نمایشگاه جایی نداره، بیشتر لباس مجلسی بوده و در واقع لباسایی که حالا مورد پسند حکومت هست در اونجا ارائه شده. خیلی ممنونم از تو لیلا سعادتی، توضیحات کامل تو رو شنیدیم. مرسی.